یک بینوا برای خودش ربنا گرفت. هر کس رسید سوال کرد، زائری از این سوال دل پرخون ما گرفت. آقا مگر بدان به حریمت نمی رسند، پس حر کی بود که جام بلا گرفت؟ آنقدر گریه می کنم که گویند عاقبت نوکر ز اشک خود سفر کربلا گرفت. السلام علی علی ابن الحسین. سلام میکنم به همه شما عزیزان و دوستان و محترمان شیعیان اهل البیت علیهم السلام، و یک سلام ویژه میکنم به زوار امام حسین علیه السلام، عزیزانی که توفیق زیارت امام حسین علیه السلام در امسال نصیبشون شد، توفیق پیاده روی اربعین نصیبشون شد. بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان و دوستان هستم. عزیزان، ما جامانده ها را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید، و بهترین دعا چی میتونه باشه؟ یه باشه که انشالله همین جمع حاضر در سال بعد زائر مسجد شریف امام حسین علیه السلام باشند. الهی آمین. یک روزی دوشنبه دیگر است و عزیزان باز هم در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر بیانی گرامی هستیم و از حضور ایشان استفاده میکنیم. سلام علیکم خانم بیانی بزرگوار، بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما بزرگوار هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما مجری خوبی برنامه روشنا و همینطور همه بینندگان برنامه روشنا. امیدوار هستیم که در همین روزها و همین شبها ما همدیگر از دعای خیر فراموش نکنیم. انشاءالله انشاءالله قطعا همینطور است خانم دکتر. بینندگان عزیز و بزرگوار ما، شما عزیزان که برنامه را، برنامه خودتون، برنامه زنده و مستقیم روشنا را دنبال میکنید، میدونید که در روزهای دوشنبه در خدمت خانم دکتر بیانی هستیم و با موضوع اخلاق شهروندی صحبت میکنیم و گفتگوهایی را، یک سلسله گفتگوهایی را داریم. در قسمت گذشته از مبحث اخلاق شهروندی بحث بر سر ساختارهای شهری بود و اینکه چگونه ساختارهای شهری میتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه افرادی که در اون شهر زندگی میکنن اخلاق مدار شوند و یا از لحاظ اخلاقی به کمال برسند و پله های ترقی اخلاقی را طی بکنند. سوالی که در این برنامه میخوایم که از خانم دکتر پرسان کنم، انشالله که خانم دکتر پاسخش رو در این برنامه از شما بگیریم، است که خانم دکتر، ما به عنوان افراد عادی که در یک شهر زندگی میکنیم، در حکومت ما دست نداریم، در دولت دست نداریم، در امارت دست نداریم، افراد بسیار عادی در پایین ترین مراتب سیاسی هستیم، یک زندگی عادی داریم، ما چه کار میتونیم بکنیم برای که اخلاق شهروندی در کل شهر، اخلاق حسنه حاکم شوه و شهر به کمالات اخلاقی برسه؟ چون اگر بحث از ساختار باشه، ساختار چیزی است که به دست حکومت است و در دست از من نیست، من چه کار میتونم بکنم به عنوان یک فرد؟ بله، سوال بسیار خوبی است، به خاطر که یک سوال مبتلا به است. یعنی بسیاری افرادی که در یک جامعه زندگی میکنیم، نقش ما در اون جامعه محدود به امو خانه از خود ما و خانواده خود ما هستن و یک زندگی عادی، یک اتا میتونیم بگیم که اتا بدون تأثیر در روند اجتماعی ممکن است یک نفر باشه، و یا حتی در یک منطقه باشه که منطقه دور افتاده تر باشه و در روستاها باشه، شاید تعاملات اجتماعی بسیار محدودی داشته باشه، اما همی افراد هم میتونند که به نحوی تأثیر بگذارن و کمک کنن برای امو ایده و امو مسئلهی که ما با عنوان تسهیلگری اخلاقی او را بارها تکرار کردیم و باز در آینده سعی میکنیم که روشنتر بسازیم. فرق است بین یک اموال عمومی که در دست یک حاکمیت یک دولت است و او باید خدماتی را بر اساس امو اموال انجام بده، و بین خدمات عمومی، چون خدمات عمومی
یعنی همون چیزی که برای آموزش ما صرف میشه، یا بگیم که میتونه که ساختن یک مدرسه و یک مکتب باشه، میتونه که تأسیس یک دانشگاه باشه، میتونه که ساختن یک بیمارستان باشه، ساختن راه باشه. امینا خدماتی هستند که در جامعه ارائه میشن و افراد متعدد و متنوع و متکثری از او استفاده میکنن. مثلا ممکن است که من یک راهی بسازم، دو منطقه را به هم وصل کنم، اما شاید که خودم حتی یک بار از او را هم تر نشوم، وارد نشوم، و بسیاری افراد دیگه شاید که غریبه هم باشند و ربطی هم به ما نداشته باشند از او استفاده کنند. بخشی از امی ساخت و ساز و امی خدماتی که در جامعه ارائه میشه وظیفه یک دولت و حاکمیت است. اما توجه کنیم که وقتی که به روایات ما مراجعه میکنیم، میبینیم که بخش مهمی از این خدمات توسط مردم که نیروهای غیر دولتی هستند، نیروهای کاملا ساده، امی افرادی که شما نام بردید، افرادی که یک زندگی عادی و معمولی دارند، اما برای اونها هم در روایات نقشی برای خدمت عمومی در نظر گرفته شده. یعنی خانم دکتر، نمیشه گفت که عالی که مثلا دولت هست یا امارت هست یا حکومت هست، هر کسی هست که به سر مردم حکومت میکنه، پس من دیگه وظیفه در قبال خدمات عمومی ندارم. بله. من هم نقشی باید داشته باشم. بله. و وقتی که مراجعه میکنیم میبینیم که امی خدمات عمومی که در یک جامعه ارائه میشه تحت یک سری اصطلاحاتی که در روایات تکرار شدن، ما میتونیم اونها رو پیگیری کنیم. مثلا وقف، مثلا نذر، یا ای که بحث امروز ما انشاءالله درباره صدقه است. صدقه، شاید بسیاری سوال داشته باشند و بگویند که خود صدقه چطور میتونه که در خدمات عمومی مرتبط باشه، یا صدقه چطور میتونه که یک تسهیلگر باشه برای ای که اخلاق اجتماعی در ما نهادینه شود. ولی وقتی که یک مقداری در این اصطلاحاتی که ساده شاید باشن، یا ما شاید ما ساده از کنار اونها رد شده باشیم، نگاه میکنیم میبینیم که اتفاقا نقش بسیار مهمی برای ما به عنوان افرادی که خود خود متعلق به یک سنت دینی میدانیم، نقش مهم برای ما وجود داره. یکی صدقه چی است، یا ای که اهمیت داره، یا ای که زمان او چی است، یا آدابی داره یا نه، میتونه سوالاتی باشه که ما امروز درباره او صحبت کنیم. پس ابتداءً یک تفکیک قائل شدیم بین نقش حاکمیت یا ساختار حاکم بر انجام خدمات اجتماعی که خود یک وظایفی است در جایی از خود خو و در جلساتی که مربوط به او است باید صحبت شود، یک نقش هم قائل شدیم برای مردم که همین مردم که سومین رکنی بود که ما در جلسه پیش درباره او صحبت کردیم، همین مردم چه نقشی میتونند داشته باشند در ارائه خدمات اجتماعی. چرا خدمات اجتماعی برای ما مهم است؟ دوباره تکرار میکنیم، به خاطر ای که خدمات اجتماعی چیزی است که ما به خاطر او به شهر آمدیم. ما به شهر میاییم برای ای که امکان تحصیل برای ما فراهم شود. ما به شهر میاییم برای ای که صناعت یاد بگیریم، یک مهارت یاد بگیریم که رزق و روزی خود خوره به دست بیاریم. و باز ایرا مرتبط بسازیم به ای که چقدر اهمیت داشت ای که ما بتانیم رزق حلال داشته باشیم، بر ای که صفات اخلاقی حسنه در ما مثل صفت عزتمندی نهادی نشوه و رشد پیدا بکنه. پس بنابراین خدماتی که در شهر ارائه میشه میتونه که ما را به سمت ای که صفات حسنه در ما تقویه شوه پیش ببره. خب یک خدمت اجتماعی دیگه بیمارستان و شفاخانه است. در شفاخانه چی ربطی میتونه داشته باشه؟ ببینید شفاخانه افراد مختلفی در او رفت آمد دارن. بله. لااقل دو نقش یا دو فرد در او است، فردی که بیمار است و فردی که طبیب است و دکتر است. بله. خب یک بخشی از او فعالیت اجتماعی است یا فعالیت اقتصادی است،
اما بخشی که فعالیت متان اخلاقی باشه است که رابطه بین دو نفر چگونه رابطه میتونه باشه. یک طبیب و یک دکتر روحیه حمایتگری در او تقویه میشه، روحیه مراقبتگری در او تقویه میشه، و وقتی که یک بیمار در شفاخانه مراجعه میکنه، اگر با چنین پزشکی و چنین طبیب مواجه شود، روحیه ای که ای هم یاد میگیره که خوچه خوب است که ما هم اگر که بتانم تحصیل خورا ادامه بدم و به مردم خدمت کنم، و یا نه در هر جایی که بودم ما هم یک فرد مفید باشم، یک فرد مؤثر باشم. بنابراین بسیاری از تعاملات اخلاقی در یک جای به نام شفاخانه که ظاهرا یک بنا است و شاید که گمان کنند بسیاری از اوقات که خود شفاخانه اخلاق چیکار است، بسیاری از اوقات و بسیاری از سوالات اخلاقی جدید هم در شفاخانه مطرح شده که ما انشاءالله اگر که عمری بود تلاش میکنیم که در جلسات بعدتر، و وعده میدیم که در برنامه های بعدتر یک مقدار ریزتر وارد امی مکان ها شویم و وارد امی فضاها شویم. پس این خدمات اجتماعی ما که ارائه میشه برای مردم میتونه توسط خود مردم باشه. امروز تلاش میکنیم که بسیار خلاصه درباره صدقه صحبت کنیم. روایات بسیار زیادی درباره اهمیت صدقه وجود داره. بله. اما ما شنیدیم یکی صدقه افتاد بلا را دفع میکنه، یکی صدقه فردی که صدقه میده اگر که در صبح یک روایت هست از امام صادق علیه السلام که وقتی که شما در صبحگاه صدقه میدید، بلایی که در طی روز نازل میشه از او بلا شما ایمن هستید، و اگر در شام صدقه میدید، بلایی که در شب نازل میشه شما از او بلا امنیت دارید و در ایمنی هستید. خانم دکتر، یک مسئله بسیار جالب به ذهن از من رسیده که ما ای را در سنت رفتاری خانواده های شیعه در افغانستان هم داریم و بسیار هم دیدیم. ما هم دیدم که مثلا مادرم یا مادر کلانم صبح که از خواب بال میشه، اولین کار که میکنه یک مقدار پول پیسه کمی یا زیادی را برای قرآن میذاره، میگه این برای صدقه است. یا در شام وقتی که میخوابیم، وقتی خواب میشه، یعنی این کار را انجام میدن. و چقدر زیبا که برخواسته از یک روایت بسیار زیبا از امام صادق علیه السلام است. بله. و خب ببینید که ما درباره که توجه به دیگری بر اخلاقی شدن ما بسیار تاثیر داره بسیار صحبت کردیم. بله بله. و اگر در این روایت هم توجه کنید، میبینید که اگر یک نفر باشه، یک مسلمان باشه، فرقی نمیکنه که در چی مذهبی باشه، یک انسان باشه، فرقی نمیکنه که چه دینی داشته باشه، اگر صبح و شام به فکر دیگری باشه، این شاید بتانم بگیم که یک انسانی است که اخلاق مدار است، به خاطر ای که غم دیگری و ناراحتی دیگری و نداشتن دیگری بر او اهمیت پیدا کرده. چون ما گفتیم اخلاقی که در ما نهادی نمیشه بسیاری از او در تعامل با دیگران است. درست. و اگر یک نفر باشه که آلی ممکن است بر اساس سنت دینی و یا نه بر اساس یک عرف و عنعنات جامعه، هر روز فرض کنید که دو وعده صبح و شام به فکر ای باشه که به دیگران کمک کنه، این میتونه که یک نفری باشه که نمره قابل قبولی از لحاظ اخلاق بگیره. ولی توجه کنیم که اگر تبدیل به عادت شوه، یعنی ما صرف یک عادتی باشه که ما یک پیس یک افغانی، دو افغانی، پنج افغانی را به عنوان صدقه قرار بدیم، اما به امی لایه پنهان در این که خامی باید یک نفر داده شوه، درست است؟ ما یک نفر باید بشناسیم، ما باید که به دنبال ای باشیم که خو افرادی که نیازمند هستن چه کسانی هستن، غم دیگران برای بله. مهم باشن. چون پرداخت مال و پرداخت پیسه اولین مرحله توجه است، شاید آسانترین هم باشه. خود جیب خو نگاه میکنیم و میبینیم که یک مقدار پول داریم، از او میتونیم که یک نفر بدیم. اما انحصار صدقه در این کار میتونه که یک نوع مقالطه باشه،
و یک نوع شاید که این باشه که ما خود خود را فریب بدیم. وجدان خود را بله راحت میسازیم با بله، این کار. اما صدقه منحصر در امین انفاق مالی نیست. صدقه بسیار بسیار وسیع است و به خاطر وسعتی که صدقه داره ما را در ام قسمت خدمات عمومی میتونیم که براحتی جای بدیم. یک میتونه که یک سرفصل باشه، چون هر جایی که شما میخواید که بودجه بندی کنید یا ای که مسئله ها را تقسیم بندی کنید یک سرفصل تعیین میکنید. خب یک سرفصلی به نام صدقه میتونه باشه برای خدمات اجتماعی. ما چطوری نتیجه را میگیریم؟ از مواردی که در روایات به عنوان صدقه آمده. شما ببینید از آبرسانی، از علم‌آموزی، از تمام فعالیت‌هایی که یک نفر میتونه که در اجتماع داشته باشه در روایات ما یاد شده به عنوان صدقه. چند نمونه رو من برای شما آوردم. یکی که نشر علم، نشر علم میتونه که یک صدقه باشه. اما طور که ما صبح و شام میتونیم که اگه مقدار پول و پیسه که داریم به عنوان صدقه کنار بگذاریم، اگر که ما صبح و شام در حال نشر علم باشیم، خب یک علم هم میتونم علم روایات باشه. اما شما که داریم درباره روایات صحبت میکنیم، امی کار ما میتونه که یک مصداق یا صدقه باشم. خانم دکتر، یک مسئله جالب که به ذهنم رسید از همین نشر علم که شما فرمودید، در فضاهای مجازی که چندین سال هست که مردم ما دسترسی دارن به فضاهای مجازی و اینترنت رو استفاده میکنن، برخی از کانال ها یا برخی از صفحات مجازی بوده که در مورد مسائل مختلف، حالا چون مبحث ما اخلاقی هم هست من به همین اشاره میکنم، مباحث اخلاق عمومی اشاره میکردند و میکنند و قطعا همه ما دسترسی داریم به چنین صفحات، کم هم نیستند و زیاد هم هستند. من یک روز داشتم فکر میکردم، دیدم که بسیاری از مسائل اخلاقی که شاید یک مشکل اخلاقی شمرده میشد در قدیم، در 10 سال 20 پیش، معذرت میخوام 15 سال پیش 20 سال پیش یک مسئله اخلاقی محسوب میشد، در امروز او دیگه مسئله نیست. و فکر میکنم شاید یکی از مهمترین مسائلی که تأثیر گذار شد برای که این مسائل اخلاقی رفع شود همین شبکه های مجازی و ارتباطات عمومی باشه، که از طریق کانال ها مردم آگاهی رسانده شد برایشون در مورد این مسائل. بله. وقتی که هر صبح و شما ببینیم که یک مسئله، یک صفت ناپسند اخلاقی برایش تاکید میشه که کار انجام ندن و وجوه مختلف و صفت ناپسند باز میشه، یا یک صفت پسندیده اخلاقی برایش تاکید میشه که انجام بدن، ما صفحات مجازی خود باز میکنیم، هر دوست صفحه که رد میکنیم در اون مسئله اخلاقی برمیخوریم، کم کم ذهن ما پرورش داده میشه برای که کار انجام بدیم یا ندم. و این باز یک نکته مثبتی بود که من در فضای مجازی دیدم، گرچه که ممکنه که اگر کسی اهل نظر و دقت باشه نکات منفی بسیار زیادی را همین رقم در فضای مجازی ببینه، چون همونطور که میتونه بر اخلاق از من تاثیر مثبت داشته باشه، صفحات مثبت، کانال های مثبت، گفته های مثبت، برعکسش هم میتونه باشه که تاثیر منفی خودم بگذاره. اگر خانم بیانی بزرگوار اجازه بدید ما یک میان برنامه را ببینیم و باز در خدمت شما بزرگوار باشیم. تشکر از شما. بینندگان عزیز، ما شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 عزیزان محترمان از دست ندین و بدانید که شماره است که به برنامه خود شما عزیزان اختصاص داده شده برای که شما از طریق واتساپ با همکاران از ما در ارتباط شوید. اگر کدام سوال از به ویژه کارشناس محترم برنامه خانم بیانی بزرگوار دارید، همین الان هم میتونید که سوال خود را مطرح بکنید. اگر کدام انتقاد یا کدام پیشنهاد در مورد برنامه خودتان، برنامه زنده و مستقیم روشن رو داشتید، حتما با همکاران از ما در ارتباط شوید از طریق واتساپ. بسیار خوشحال میشیم که نظرات شما عزیزان را دریافت بکنیم. و همچنان ما در فضای مجازی هم حضور داریم. شما عزیزان میتونید از طریق یوتیوب، از طریق آپارات، از طریق توییتر، اینستاگرام، تلگرام و دیگه فضای مجازی با شبکه هادی تیوی دری در ارتباط شوید، برنامه های ما را ببینید. اگر برنامه های گذشته را از دست دادید میتونید که ببینید. و همینطور این برنامه امروزی که ما در خدمت شما بزرگوار هستیم
انشاءالله که بر روی شبکه مجازی، فضای مجازی ما قرار داده میشه در توییتر، آپارات و اینستاگرام. یک میان برنامه کوتاه را میبینم و باز هم در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. رسید انتظار آخر ای سرورم، مهیای دیدار پیغمبرم. اگر مادرم نیست در کربلا، بود روی دامان زهرا سرم. بسم الله الرحمن الرحیم. به خدمت یکی دیگه از خانواده محترم هستین که به سوی کربلا میره. خود معرفی کنید، از کجا آمدین و کجا میره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سید رضا هاشمی هستم، از اصفهان آمدم و کربلا میرم انشاءالله. بله، پدر، مادر، خانم، بچه ها، برادر، همه با هم میره. چند نفر هستین؟ ما 9 نفر هستیم. 9 نفر با هم میرون کربلا. با این هزینه های زیاد، با این گرفتاری ها، چطور این ایام انتخاب کردید؟ والا چی بگم، خود امام حسین خود چجور کرده، همهش خودش درست کرده. تا همین جان که آمدین خودش آورده، از این به بعدش خودش میبره انشاءالله. بله. مشکل خاصی نداشتین؟ نه خدا رو شکر، تا حالا هیچ مشکلی نداشتیم. خودش همه چیز درست شده، هیچ مشکلی نبوده خدا رو شکر. اولین پاسپورتی ما امسال سال اوله که میریم. نه بابا، این سال رفته 7-8 بار رفته. ما و خانواده و بچه هم سال اول است که ماریم. اصلا خود امام حسین درست کرد دیگه، همه چیز خودش جور شد. ما دیگه چی احساس داری الان یه سال اولت که از کربلا میری، چی فکر میکنی الان این وضعیت؟ احساس میکرده که چی رقم باشه، حالا چی رقم دیدی؟ ما سالهای قبل که میشیستم پای تلویزیون خیلی برای ما غمناک بود که نمیتونستم بیم. امسال خدا رو شکر درست شده، خیلی خوشحال، یعنی واقعا خوشحال پیش ارباب خماره، خیلی خوشحال. از غربت خدا شاهده یه ذره دل کندیم به طرف امام حسین اومدیم. بله. شما چی آقا؟ ما انشالله این 4 دفعه رفتم، این 5 دفعه به خدمت شما برادرای افغانی ها که کم زده زحمت کشده عرق ریخته. ما از اصفهانیم، میخوایم بریم کربلا. آیا سال آخر می اول هم دیگه زنده میمونیم نمیمونیم؟ تشکر باشه از شما، ان شاء الله موفق باشه، زنده باشه، موفق باشه. با شما با هم بگی. من از خدا میخوام که آرزوام برآورده کنه امام حسین و دست شما که هر سال مرا میپذیره. موفق باشین، به خیر و خوشی برین ان شاء الله. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. خدا حافظ. سلام علیکم. سلام علیکم. اول نامتون رو بگین، از کجا آمدین؟ از قائمی هست، اسلام شهر. نامتون چیه؟ حاجی داود علی. حاجی داود علی؟ آره، فامیلی من حیدری. حیدری. این هم میشه بردارید؟ بله. آقای حیدری. بله. کجا میرین بخیر؟ انشاءالله زیارت سید شهدا. میخواهم حضرت سید شادا ساربان کامت که ما غنیمتی ببرم، چیزی به دستش نیامد. وقتی که دست خالی برگشت، صدا امام که حیات مماتی نداره، اینجا صدای از تنی بریده حسین بلند شد که بجدل تو برگرد در قتل و گایم، هرچند شهیدم کان سخایم. خدا به خاطر امیر المومنین همه اسلام را پیروز کنید، خدا کفر با کفرانیان سرنگون کنید، الهی بیرق اسلام سر تا سر جهان سر بلند کنید. خدا شما هر طول عمر و زندگی با عزت داشته باشید که با این خدمت به سید شهدا میکنید. سلامت باشید آقای حیدری، ما هم دعا کنیم انشاءالله. دعا کردیم گفتیم که شما خدمت داره رو ببین، ما باید به هر جایی که برسیم اول اسلام دعا کنیم. آره. چلو موفق باشید. سلامت باشید. آمین. برکت دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما عزیزان و دوستان. همچنان با برنامه زنده روشنا در خدمت شما بزرگواران هستیم. شماره تماس مثبت 964-780-255-4013. عزیزان، همطور که شما میدانید، شماره است که به برنامه خود شما، برنامه روشنا، اختصاص داده شده و اگر کدام سوال در مورد موضوع امروز برنامه
که اخلاق شهروندی است از کارشناس محترم خانم دکتر بیانی دارید، میتونید که برای از ما طریق واتساپ روان بکنید. همچنان در خدمت کارشناس محترم هستیم. خانم دکتر بیانی، بزرگوار، بحث در باب اخلاق شهروندی است، بحث عمومی، و بعد از او ما در مورد شما در مورد خدمات عمومی صحبت کردید و ای که مصادیق متعدد میتونه داشته باشه و این مسئله مهم که ما به عنوان یک فرد عادی که در جامعه زندگی میکنم هم میتونم که نقش داشته باشم در خدمات عمومی، و نه تنها که میتونم نقش داشته باشم که بر طبق روایات ما باید که نقش بپذیرم، در حد خودم یک خدمتی را انجام بدم برای تمام مردمی که در او شهر همراه از من هستند یا در اون منطقه، در او قریه، در او اجتماع همراه از من هستند. بحث در باب صدقه بود و یکی شما فرمودید که یکی از خدمات عمومی صدقه و صدقه دادن است و مصادیق صدقه را برای ما بینندگان از ما ذکر کردیم که یکی از مهمترین مصادیق صدقه آموزش و تعلیم دادن دیگران است، چون یک تصور عمومی است که صدقه اینمی پول و پیسی کمی است که ما مثلا صبح یا شام کنار میگذاریم در یک فقیر میدیم، یا هر کس معمولا این گونه است که مردم در خانه خود یک صندوق صدقات دارند و صدقه خود در این صندوق میندازن، کم کم وقتی که زیاد شد او را در مسجد محل میبرن یا در او نهادی که صدقات را جمع میکنه تقدیم میکنن که برای نیازمند داده شود. ولی شما فرمودین که صدقه فقط این مسئله نیست و دامنه بسیار وسیع داره که یکی از اونها آموزش است. در خدمت شما هستم. بله، یک روایت دیگه است که اون روایت بسیار جالبی بود، از بین روایاتی که مربوط به صدقه بود من او را انتخاب کردم که برای شما بگویم. حضرت رسول می فرمایند که مدارا با مردم صدقه است. ببینید وقتی نگاه مایی باشه که وقتی ما در یک جامعه زندگی می کنیم، در یک شهر هستیم، در یک قریه هستیم، امین که با مردم، اما چیزی که در امو سنت و عرف ما با عنوان مردمداری یا انسانگری بله نامیده میشه، یعنی میتونه که صدقه باشه. یعنی ارتباط حسنه‌ای که ما با دیگران داریم این صدقه است. نشر علم یک صدقه، ارتباط حسنه ما و شما با هم یک صدقه دیگر. باز یک مستاق دیگه برای صدقه ذکر شده که حضرت رسول فرمودند که از بهترین نمونه های صدقه آبرسانی است. یعنی چی؟ یعنی که ما هم به همدیگر آموزش بدیم، هم ارتباط حسنه داشته باشیم، همی که اگر نیاز بود دست همدیگر بگیریم، یعنی در یک نیاز مادی مثل آب که ما قبلا درباره نیازها هم صحبت کردیم، مثل آبرسانی که خصوصا در منطقه مثل عربستان بسیار مهم بوده، امیال هم بر ما مهم است، به خاطری که ما اگر آب نباشه مدت حیات ما بسیار بسیار محدود خواهد بود. این مسئله یعنی که شما و ما به عنوان افرادی که با هم زندگی می کنیم، در یک اجتماع زندگی می کنیم، در نیازهای اولیه هم دیگه هم می تانیم به هم کمک برسانیم. اینجا بحث اینی است که من نیازمند هستم، یعنی بحث این است که من به عنوان یک انسان نیاز به آب دارم، نیاز به این دارم که امو سطح اولی نیازهای از من برطرف شوم. همینقدر که من به شما آب برسانم، حالا آب میتونم تأمین بدم، غذا، سرپناه، اگر که برسانم هم صدقه است، حتی اگر که شما نیازمند هم نباشید، یا برعکس شما میتونید که نیازهای اولیه اما زیستی از مرا برطرف بسازید و این صدقه باشه. خب دکتر، در برخی از شهرها که میرم یک سنت بسیار زیبا دارن که مثلا در جلوی هر دکان هر دوست دکان یک نفر یک کلمن آبی را گذاشته، یا یک مثلا پارچ آبی را، یک لیوان گلاس آبی را گذاشته برای که رهگذرانی که رد میشن استفاده بکنن، یا یک عدد دستگاه‌های آب سردکن نصب میکنن و به آب شهری وصل میکنن برای که استفاده بکنن، و بسیار اوقات هزینه میکنن برای بله. آب، یعنی مردم همون منطقه همون آب تهیه میکنن، هزینه میکنن برای که رهگذران بله. استفاده کنن. بله بله، چه سنت بسیار زیبایی است، چون همطور شما فرمودین
آب یک نیاز اولیه است و فرق هم نمی کنه فرد ثروتمند باشه فقیر باشه، وقتی از یک جایی رد میشه تشنه میشه چقدر زندگی دستر انسان سیاه و تیره میشه. بله. بله. و باز یک ببینید ما همینطور که روایات میخوانیم با هم میبینیم که چقدر دامنه صدقه متفاوت و وسیع است. باز یک روایت بسیار زیبای دیگر است درباره ای که خود یک نفر اگر باشه که ناشنوا باشه، ما ایره باز میتونیم تعمیم هم بدیم. امام صادق فرمودند که شما وقتی با یک ناشنوا مواجه میشید، کسی که نمیتونه که کلام را متوجه شوه، امی که شما با او گفتگو کنید و اما کلامی که میخواهید به او برسانید، شنواندن سخن به ناشنوا. آله شنواندن که میگیم یعنی که او را بفهمانید که چه کار کنه یا چه نکنه یا چه خطری است یا نه، چه فایده ممکن است باشه، بدون ای که اظهار ناراحتی کنید و بدون ای که چهره از خود خوره در هم بکشید، رنگ شما چون شوه و تغییر کنه. بله، امی میتونه که یک صدقه باشه. خب ناشنوا میتونه به عنوان فردی باشه که مددجو است، یعنی حال نیاز داره که ما او را همراهی کنیم و در زندگی از او کمک بیشتری شاید نیاز داشته باشه. البته بسیاری از افرادی که ناشنوا هستن، نابینا هستن، از ما و شما بسیار توانمندتر هستن. اما به خاطر که به هر حال به صورت عادی وقت نگاه میکنیم ممکن است که محدودیتی داشته باشن و ما به عنوان افرادی که ظاهرا سالم هستیم، انشاءالله که باطن ما هم سالم باشه، همین افرادی که ظاهرن همین حس های پنجگانه را داریم و سالم هستیم، خب ما باید که حمایت کنیم. بله خانم دکتر. بله. متاسفانه در برخی از مناطق و ببینید در برخی از قریجات میبینیم چنین مسئله که یک نفر پیدا شونه که یک نفر ناشنوا باشه، برایش یک رفتار بسیار ناپسند میشه. این رقم که مثلا تو هیچ نمفهمی و گاهی اوقات اینقدر با این فرد تعاملات اجتماعی سخت میشه که و افراد دیگه برایش توهین میکنن یا برایش توجه نمیکنن که این فرد با این که یک فرد کاملا نادیس از لحاظ عقل و شعور کاملا نادیس، ولی صرفا به این خاطر که ناشنواست اینقدر از مردم جدا میشه که کم کم به دیوانگی هم کشیده میشه. ما مواردش شاید دیده باشیم، شاید شنیده باشیم به عنوان یک خاطره، به عنوان یک داستان، و فکر میکنم یک کار ناپسند است. و به ویژه گاهی اوقات میبینیم که مثلا همین اطفال به دنبال یک نفری که ناشنواست میگن که کر است، به دنبال یک نفر کر میدون، برخی اوقات او را سنگ میزنن، برش بدرفتاری میکنن. اگر که ما به عنوان یک بزرگتر، به عنوان یک فرد هوشیار در خانواده، حداقل اولادای خود تعلیم بدیم که بچه این کار نادرست است، به انسانها احترام بگذار. اگر یک انسان نقصی داره در خودش، یک ویژگی داره که از نظر ما و شما نقص محسوب میشه، دیگه این کار خداوند است و خدا حکمتی دیده که فرد این گونه ساخته، ما باید رفتار خود درست بکنیم. بله. و چه بسا اون فرد توانمندی‌های بسیار بیشتر از ما داشته باشه. و این ببینید که اگر که امو مصداقی که اول برای صدقه ما ذکر کردیم، یعنی نشر علم و دانش، اما اتفاق بیفته، باز امی مسئله‌ای که شما فرمودید احتمال او کمتر و کمتر میشه. یعنی اگر ما بدانیم و بفهمیم که یک انسان چقدر عزیز است و کریم است و چقدر عزت او مهم است، خب چه بسا که رفتار ما هم با او یک رفتار بهتری باشه. و همچنان خانم دکتر اگر بدانیم که معنی اولاد خدا وقتی که تعلیم میدم یک سخنی را یک نکته ای را برش یاد میدم در حال صدقه دادن هستم. بله. باز انسان تشویق میشه برای که کار بیشتر انجام بده. بله. خب باز ببینید که پس توجه به افرادی که کمتوان، الان ظاهرا کمتوان هستن، چون ما که ظاهرا میگیم به خاطر که باور داریم که خداوند اگر که یک مسئله را ببندد ز حکمت دری ز رحمت گوشاید. بله، دری بله، دقیقا دیگر. یعنی این هیچ نمیتونه که معیار برای سنجش باشه. اما افرادی که ظاهرا کمتوان تر هستن، ما نسبت به اونها هم باید که رفتار خوب داشته باشیم و همین رفتار خوب ما صدقه است. و باز یک روایت قشنگتر و زیباتر داریم که از حضرت رسول و از بقیه ائمه ما هم با همین مضمون تکرار شده که هر کار خیری که انجام میدهید صدقه است.
کجا امی اهمیت پیدا میکنه امی روایات؟ وقتی که ما روایاتی که مربوط به اهمیت صدقه و ارزش صدقه و اثرات صدقه را بدانیم. ببینید صدقه چی است؟ در روایت است که پرسودترین تجارت است. در روایت است که یک سپری است در برابر آتش. در روایت است که مایه رفع بلا است. در روایت است که وسیله روزی است. و از همه مهمتر یک معیاری برای سنجش و آزمایش افرادی است که میتوانند صدقه بدین. گاهی اوقات است که ما میگوییم که من که پول ندارم، پیسه ندارم، من در توانیم نیست، نمیتونم صدقه. اما وقتی میفهمیم که دامنه صدقه اینقدر وسیع است، خود تو میتونی که یک طفل را آموزش بدی، تو یک صنعت یاد داری، یک مهارت یاد داری، میتونی که یک نفر یاد بدی و او را از فقر نجات بدی، در امون راهی رزق و روزی، کسب رزق و روزی را یاد بدی. درست خان دکتر، من یک سوال آخر از شما پرسان میکنم و دو دقیقه بیشتر فرصت ندارم. صدقه شما فرمودید که دامنی بسیار وسیع داره، یک سوال دیگه ایجاد میشه، آیا زمان خاصی هم داره یا اینکه نه هر زمانی که بخوایم میتونیم که صدقه بدیم؟ بله، اما طور که دامنی او وسیع است، ما میتونیم بگیم که هر وقتی که ما بتانیم که او را انجام بدیم، خب وقت خوبی است. اما باز بر روایات که مراجعه میکنیم، مثلا ما روایت داریم که در روز جمعه، چون روز جمعه یک روز بسیار پرفضیلت است، عملی هم که در روز جمعه انجام میشه فضیلت او بیشتر و برتر است. پس اگر که روز جمعه باشه و صدقه انجام بدیم بسیار خوب است. یک دیگه است که در ماه مبارک رجب، شعبان و رمضان بسیار بسیار سفارش شده. در روایت دیگری هم هست که 4 روز آخر ماه صفر بسیار سفارش شده برای صدقه دادن. درست. پس اگر که ما توجه داشته باشیم، همی که ایامی که به صورت عمومی برای ما مهم هستن، اما ایام بهترین ایام برای صدقه دادن. بله، بسیار تشکر میکنم از شما خانم دکتر گرامی، خانم بیانی بزرگوار، بسیار استفاده کردم و همچنان از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید. عزیزان، در روایت از امام حسین علیه السلام، و حقیق علی الله الا یعتینی مکروب الا ارده و اقلبه الى اهله مسرورا، بر خداوند است که هیچ گرفتاری به زیارت من نیاید مگر آن که او را شادمان بازگردانم و به خانوادهش برسانم. عزیزان، به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر زیبای کابل هم نزدیک شدیم. نمازگزاران محترم، ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. بهترین دعا میتونه باشه که انشالله خداوند همه آرزومندان را نصیب و قسمتشان بکنه که سال بعد زیارت کربلای معلا و اربعین را از دست ندن. به همراه کارشناس محترم از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشه. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق.